سال 86 بود که سازمان فضای ایران ماموریت ساخت سه ماهواره را به دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و علم و صنعت محول کرد. قرار شد کار ساخت ماهواره پیام را دانشگاه امیرکبیر بر عهده بگیرد. ماهواره‌ای که ماموریتش پایش وضعیت گیاهی سطح کره زمین و به دست آوردن اطلاعات آن تعریف شده است. بعد از 9 سال و در بهمن سال 95 و در روز ملی فضایی با حضور رئیس جمهور از پیام امیرکبیر برای اولین بار رونمایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم علی برکت الله. ماهواره‌ای که قرار بود همان سال به فضا پرتاب شود، اما این اقدام نیازمند ارتقا و تکمیل ماهواره در دانشگاه بود. ماهواره امیرکبیر داشتم، ماهواره‌ای که به اتمام رسیده، تمام تست‌هاش انجام شده، سال گذشته توسط ریاست محترم جمهوری در دهه 50 رونمایی شد. منتها خب دیگه باید مراحل تستش رو طی می‌کرد، چون این وقتی وارد اتاق تمیز میشه باید با یه شرایطی بره برای پرتاب. پیام در طراحی اول قرار بود در ارتفاع 661 کیلومتری زمین قرار گیرد، اما بعدها ارتفاعش به 500 کیلومتر تغییر یافت. برای هر ماهواره‌ای وقتی میخواد ساخته بشه، مدل‌های متعددی از ماهواره از ابتدای کار توسعه پیدا می‌کنن تا ما به مدل نهایی و محصول آخر که مدل پروازی هستش که شما الان در اتاق تمیز مشاهده می‌کنید برسیم. برای اینکه مطمئن باشیم ماهواره در این شرایط سخت محیطی میتونه اون کارکرد اصلی خودش رو و ماموریت اصلی خودش رو انجام بده، مجبوریم که مدل کیفی رو هم تست کنیم و تحت تست‌های خیلی سخت قرار بدیم. می‌رسیم به مدل پروازی که شما ملاحظه می‌کنید تقریباً از اواخر سال 92 شروع شد و به اینجا رسید. البته میگم در پس زمینه این مدل تجربه مدل‌های قبلی ما وجود داره. حالا با گذشت حدود 11 سال این ماهواره بومی به اتاق تست سازمان فضایی رسیده و در پژوهشگاه در حال تست کالیبراسیون‌های نهایی سنسورها و عملگرهای زیرسامانه تعیین و کنترل وضعیت است. ما خیلی خوشحالیم ماهواره‌ای رو تحویل میدیم که بخش عمده ای از قطعات و زیر سیستم های اون ساخته نیروهای توانمند داخلی ما هستن. ببینید یک ماهواره تعداد زیادی از زیر سیستم ها رو داره که با هم دیگه باید کار کنن. توان الکتریکی باید از طریق سولار پنل هایی که اینجا مشاهده میکنید تأمین بشه، از خورشید انرژی جذب کنن، بعد وارد یک مکانیزمی بشه، تنظیم بشه از لحاظ ولتاژی و داده بشه به زیر سیستم های مختلف. یکی از سنسورهایی که در موردش صحبت کردیم و ماموریت های اصلی ماهواره بود سنسور تشعشعات فضاییه که به ما نشون میده در اثر قرارگیری در محیط فضا ما چه مقدار انرژی یونی رو جذب میکنیم داخل حالا قطعات و تجهیزاتی که گذاشتیم. این جذب انرژی باعث میشه قطعات کارکرد معمولی خودشون رو از دست بدن و دچار خرابی هایی بشن که ما با گذاشتن این سنسور این خرابی ها رو اندازه گیری میکنیم و نشون میدیم که هر قطعه که وارد محیط فضا بشه چه مقدار از این انرژی رو دریافت میکنه و چه مقدار خرابی به خاطر دریافت این انرژی درش به وجود میاد. روی این صفحه شما علاوه بر سنسور تشعشعی خود پنل خورشیدی یا صفحه جذب انرژی خورشیدی رو میبینید، سلول های با راندمان خیلی بالا. شما اینجا ماموریت اصلی ماهواره رو میبینید که تصویربرداری از زمین 4 تا دوربین در نظر گرفته شده که با دقت 40 متر از سطح زمین تصویر برداری میکنن و از تصاویر برای سنجش پوشش گیاهی کشور استفاده خواهد شد. اینها را هم ایرانی ها ساختند؟ یه بخش عمده ایش تلفیق توانمندی تقریبا تمام شهرهای ایران بوده. این زیر سیستم توان الکتریکی بخش عمده ایش بردهای الکترونیکش کاملا ساخته داخله. ما تمام این بردها رو تحت شرایط محیطی و دمایی فضا تست کردیم و مطمئن شدیم که اینها میتونن در فضا کار کنن. بعضی از قطعات رو به دلیل حساسیت های خاص و اینکه ما زمان بی‌نهایتی رو نداشتیم برای اینکه بتونیم همه قطعات رو داخل تولید کنیم، از لحاظ زمانی محدودیت هایی رو داشتیم، مجبور شدیم از خارج تهیه کنیم که تعدادشون واقعا انگشت شمار شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نباشن. اونها رو تهیه کردیم و بقیه کاملا بر اساس توانمندی خود سازه ماهواره بر اساس تجربه بسیار خوب بخش های صنعتی کشور ساخته شد و بارها و بارها تست شد و ما خیلی خوشحالیم که سازه ای رو ساختیم که مطمئنیم در شرایط پرتاب انشاءالله سالم ماهواره رو در مدار قرار میده.
ماهواره پیام سه ماموریت داره: تصویربرداری از سطح زمین، به دست آوردن اطلاعات در رابطه کشاورزی و در نهایت ارسال و ذخیره داده‌های مختلف و اندازه‌گیری تشعشعات فضایی. میتونه با رزولوشن 40 متر و بهتر از روی زمین عکس برداری بکنه برای پایش گیاهی و کاربردهای غیر نظامی و صلح‌آمیز از منطقه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران. در زمینه کشاورزی به خصوص برای کشورهایی که منطقه جغرافیایی وسیعی رو زیر کشاورزی دارن، تصاویر ماهواره‌ای میتونه میزان رشد محصولات کشاورزی، نوع مطالعاتی رو که در رابطه با رشد به اصطلاح درختان و آفاتی که به اونها تعلق میگیره و همچنین عرض کردم که مطالعات مربوط به جنگل‌ها و جنگلباری رو در خودش داشته باشه. این تصاویر از ماهواره‌های سنجش از دور قابل خریداری هستند که البته با قیمت‌های زیادی میشه اونها رو خریداری کرد. این ماهواره به خاطر عمر مفیدی که بین 2 تا 3 سال داره میتونه برای این مدت زمان اون تصاویر رو در اختیار کاربران قرار بده. علاوه بر این یک محموله ذخیره و ارسال اطلاعات رو داریم، به طور تخصصی بهش استور اند فوروارد دیتا کامیونیکیشن گفته میشه که میتونه پیام‌ها رو برای کاربرانی که مجهز به ترمینال‌های کاربر هستن بین اونها چنین پیام‌هایی رو رد و بدل بکنه. بیش از 110 نخبه ایرانی سال‌ها عمرشون رو پای اولین ماهواره کاربردی ایران گذاشتند تا پیام پیشرفت و بالندگی جمهوری اسلامی ایران رو به گوش جهانیان برسونند و نام کشورمون رو در فضا ثبت کنند.